درست روز بازی که ما داشتیم با قطر، روز قبلش تازه بچه ها تفلک ها تو این پادگان ها دنبال نامه شد. آها نامه کجاست؟ یکی انداخته بود توی این کمدش توسط اون دوستانی که نمیخواستن ببینن که تیم ملی امید میتونه قوی ترین تیم آسیا بشه. من بودو رفتم تو زمین و خدمت رو عرض کنم، دیدم بچه ها دارن با هم حرفای رکیک میزنن، پرسپولیسی، استقلالی. خلاصه من وسط رو گرفتم، یه خط نشون کشیدن، گفتن آقای پور حیدری مگه پشت گوششو ببینه قهرمانی رو ببینه؟ تو نگو اینا پشت پرده با حاجی آقای فتح‌الله‌زاده کاراشونو کردن که این بنده خدا پور حیدری رو بردارن، تیم قهرمان نشه. و روز هست کنم آقای کوخو بیاد. گفتم که آقای پروین، بچه ها پشت سر شما خیلی تو تیم حرف میزنن. گفت چی میگن؟ گفتم میگن علی پروین حق ما رو خورد، اسم تیم رو کرد پیروزی، خودش خونه گرفت. روح هوا آقای مصطفی، آقای مایلی‌کهن حکم اخراجش داد، یعنی پرواز بود، پرواز بودن حکم اخراجش داشت. گفتن فردا به این موشای ایرانی به تعداد بازیکناشون گل میزنید، یعنی 11. زمستون 61 من با یکی از مصدومای پرسپولیس که خدمت رو عرض کنم آسیب دیده بود و پاش عمل کرده بود به نام آقای کیان طهماسبی، کارم رو با پرسپولیس شروع کردم و دیگه طول فصل رفتیم داخل تیم و همون سال که خورد به 62 اولین نایب قهرمانی رو آوردیم. دیگه تا آخر 67 که من اونجا بودم همش تیم قهرمان شد. بسیار تیم گردن کلوف خوب، فنی، همه چی داشت. درست روز بازی که ما داشتیم با قطر، روز قبلش تازه بچه ها تفلک ها تو این پادگان ها دنبال نامه شد. آقا نامه کجاست؟ یکی انداخته بود توی این کمدش توسط اون دوستانی که نمیخواستن ببینن که تیم ملی امید میتونه قوی ترین تیم آسیا بشه. یه اختلافاتی بین آقای مصطفی با ریاست فدراسیون که آقای نوآموز بود، یه فاصله ای بود. این فاصله رو که دیگه ما نمیریم تو بطنه، شما کنارتریم، ما کار مربیگریمونو میکنیم. ولی این بود آقای ولی من اینو حس کرده بودم که آقای نوآموز عزیز که پیشکسوت و بزرگ ماست بیشتر سمت تیم ملی که دست آقای پروین و آقای ابراهیمی بود میگرفت تا تیم امید. و حتی دوستان در اون تیم بزرگان گفته بودن با تیم ملی امیدشون میخوان جای ما رو بگیرن. 8 ساعت مونده بود به بازی، این 8 نفری که فیکس بودن به ما رسوندن. وقتی رسیدن من میگفتم بچه ها چطوری؟ میگفت آقا فقط بذاریم بخوابیم، ما 3-4 روزه، بله اون تیم امید، ما 3-4 روزه فقط توی پادگان ها، ای سر پادگان بودو ما رو میفرستادن این ور، ای سر به اون سر. ولی غافل از این که این نامه تو همین کشو اولیه دم به اصطلاح این کادر اداری خوابیده، اون تا قصدن خوابیده، بعدا رفتن در آوردن همونو امضا کردن دادن گفتن بودو این بریم. داستان بالا نرفتن ما این بود که با هم زد و بند کردن امارات و قطر، با هم زد و بند کردن، هر کدوم پوان نیاز دارن به اون یکی بدن، که اماراتی ها تیمشون خوب بود به اونا دادن و ما موندیم. داور کره‌ای بود، بازی از دستش در رفته بود،
بازی از دستش در رفته بود و مردم آبستن این بود که یه دفعه خدای نخواسته بریزن تو زمین. آقای خسروی داور چهارم بود، از من و همه مربی‌ها اونوریا اینوریا خواهش کرد برین تو زمین و مراقب باشین که اتفاقی نیفته، خون از دماغ کسی بیاد دمار ما رو در میارن. بازی از دست داوره در رفته، داوره نمیدونه چه کار کنه، داره یادش میره اصلا داوره این بازیه، همش به جمعیت نگاه میکنه. یه اتفاقی که افتاد، من بدو رفتم تو زمین و خدمت رو عرض کنم، دیدم بچه‌ها دارن با هم حرفای رکیک میزنن، پرسپولیسی استقلالی. خلاصه من وسط رو گرفتم و از آقای استیلی و آقای خدمت من تارتار و با خیلی از بچه‌ها که با من کار کرده بودن خواهش کردم، اسماعیل هلالی و اینا، خواهش کردم که چراغ دعوا جلو مردم، همه سرا رو انداختن پایین و رفت. کیو کتک می‌زدن؟ فرزاد مجیدی، داداش همی فرهادو که همیشه سرپرست بود و اینا. بعد خدمت رو عرض کنم، یه دفعه دیدم که آقای آبدزاده اومد از پشت، هنوز گلو نخورده بود، دو هیچ جلو بودن، از پشت اومد گفت اینا کیان تو زمین، بریم بیرون و فلان و اینا. من سر رو برگردونم گفتم احمد رضا تویی؟ آقای پوریدریه تو زمین، این مربیت نبوده؟ نه بریم بیرون بینیم، مگه اینجا بیمارستانه؟ مگه اینجا ای حرفا. خیلی بد ما یه ذره دلمون شکست و جمع جور کردن رفتیم بیرون. آقای ناظر بازی گزارش داده بود، صالح نیا و بقیه مربی ها، اول منه نوشته بود، همینطوری ریختن تو زمین و رفتن جو بازی رو به هم زدن. روز قبلش بچه ها 6-7 نفر اومدن پیش من تمرین، این 6-7 نفر خط و نشون کشیدن، چون روز قبل یه تعدادی از بچه ها رو ما می بردیم تمرین، به خصوص اصلی ها رو. یه خط نشون کشیدن، گفتن آقای پور حیدری مگه پشت گوشش رو ببینه قهرمانی رو ببینه. من اومدم فردا دم پله ها، دم پله های اتوبوس که می رفتیم بالا، منصور خان رو صدا کردم، گفتم اینایی که دیروز اومدن پیش من تمرین، این بود برو بالا، این بود برو بالا، این بود برو بالا، این بود برو بالا، اینا آقای پوریدری. گفتن مگه پشت گوششو ببینه ها. آقای مظلومی، آقای پوریدری، امون هستی؟ گفتن که یعنی چی بابا، بیا بریم تو رو خدا، ای فکرا نکن. گفتم آقا اینا سر تمرین من اینو گفتن، من وظیفمه بگم، این تیم مال مردم، مال منو تو نیست. گفت یعنی این آدم ها اینجوری گفتن. فردا رفتیم همون اتفاق افتاد، توپ و تو گل نزدن، شل بازی کردن، تو اومد یه گل 8-7 علکی خوردیم، ول کردن، توپ رفت تو گل، ما با مساوی هم اول میشدیم باخت. مشکلش اون بود که کخ آوردن. اصلا آقای پوریدری بنده خدا رو اون نیمکت نشسته بود، بعد از که ما گلو خوردیم یه دفعه دیدن که اه یکی سر خورد بغلشون نشست، این کیه؟ آقای مترجم کخ، آقای طالبی، سر خورد بغل نیمکت، بغل آقای پوریدری نشست. این نگاه کرد که روشم نمیشد بگه آقا اینجا نیمکت مربی ها همراه تیم اومده بودن انزلی، ولی کسی این فکر رو نمیکرد. تو نگو اینا پشت پرده با حاجی آقای فتح‌الله‌زاده کارهاشونو کردن که این بنده خدا پوریدری رو وردارن، تیم قهرمان نشه و به حضورتون عرض کنم آقای کخو بیار. من با کخم کار کردم، به من میگفت تو این تمرینات از کجا یاد گرفتی؟ گفتم یک، خلاقیت خودمه، دو، از آلمان و از همشهری های شما.
گفت من می نویسم تمرینات شما رو، خودم ای کارا نکردم، شما خیلی کارا بلدین که من بلد نیستم. چون میدونی اونا آدم های روکی هن، دروغ هم نمیگن، چیزی بلد نباشن میگن بلد نیست. سردمدارشون پاشازاده بود که هیچ وقت تو هیچ تیمی موفق نبوده. چرا؟ اینو با شهامت میگم. چرا؟ چون وقتی بعد تیم تو بخوای، یعنی بعد مردم و علاقمندات تو خواستی، بدون که این سر خودت میاد، هست ما یه جان. هرچه اونم اگه یه سری دوستان کمکشون نکنن اصلا تیم نمیده. به خدا من واسه رفتن آقای پاشازاده به تیم ملی دوران مایل کهن من خیلی تلاش کردم، خیلی زحمت کشیدم. وقتی آقای مایل کهن بود اصلا شما تیم ملی یه دونه استقلالی بود، علیرضا منصوری، اونم واسه قرائت قرآن که زود میخونده. همین آقایون تو خودشون اختلاف افتاد، تو رخکن هم دیگر رو میزدن. آقا تو رخکن هم آره، اون اونایی که اینا رو آوردن تو رخکن خودشون رو میزدن، چون کخ سر مربیگری نکرده بود. آخه مربی بدنساز یا دستیار بودی اصلا سر مربیگری بله. آقا ما توی امارات واسه مقدماتی جام بسل و باشگاه ها دیدی مربی این سر زمین دور بزنه بره اون سر زمین به بازیکن بگه سر جاد بازیکن؟ دیدین؟ دیدین از خطش خارج بشه بره دور؟ رفت دنبال فکری. ما هی گفتیم آقای طالب ای چرا ایجوری کرد؟ ای چه وضعیه؟ این مگه مربی آلمانی نیست؟ آلمان ها این کارا نمی کنن. بلند شده از نیمکت رفته دور زده، اگر فیلمش باشه خیلی قشنگه، رفته به گفت سر جاد برو وسط بازی کن. بابا بیرون بهش ندام دادیم از همونجا. میگفت اولا که با بنده خدا بعدش با قلعه‌نویی خیلی بد تا کردن، چون قلعه‌نویی رو که گذاشتن جام حذفی رو آوردیم و همون شبانه بردیم خونه آقای پوریدری که دلش نشکنه و اینا. بعد دیگه این دار و دست اومدن سر جام به صلاح قهرمانی ایران حذفی رو گرفتیم، سر قهرمانی ایران این بلا رو سر تیم آوردن. بعد وقتی رفتیم باشگاه آسیا خود همون 7-8 نفر افتادن به جون هم دیگه. به هیچ، نه مربی بده کارم، نه همکار بده کارم، نه بازیکن بده کارم، به هیچ کس. اگر کسی میترسه اسم بیاره من اسم میارم. چرا؟ چون اون قهرمانی رو ما از دست دادیم به خاطر خودخواهی دیگران که یکی دیگر رو بیارن رو نیم کرد. تمام. اونجا چون تیم و اسمشو عوض کردن و چون بچه ها تیم به حقشون نرسیدن، مربی ها، من، محمود، اینا به حقمون نرسیدیم، گفتم که آی پروین بچه ها پشت سر شما خیلی تو تیم حرف میزنن. گفت چی میگن؟ گفتم میگن علی پروین حق ما رو خورد، اسم تیمو کرد پیروزی، خودش خونه گرفت، یه خونه خرید 4 میلیونش نقد، 4 میلیونش 96 ماهه، یعنی هیچی، از بنیاد مستضعفان خونه ای بود توش هیئت میذاشت که تو زعفرانیه بود. گفتم آقا بچه ها اینو میگن ها، از بزرگ و کوچیکش، از بچه محله تا غیر بچه محله، خیلی با شهامت و خودشون زبون دارن حرف میزدن. گفتم خداحافظ، من رفت. غروب قراردادم تموم شد، گفت محمودی کجا میره نگرش دار. گفتم خداحافظ آقا، رفتم. باختاشون شروع شد. اون شیرجه که علی میزد، ما تو تمرینات ما کارهای ژیمناستیکی و اینا با بچه ها خیلی انجام میده، هر کس اون گل شیرجه ای رو که این شونش تا اینجا رفته توی گل و رفته تو زمین تو چمن و
و من همین که بازی تموم شد و پیرن ازش گرفتم، امضا ازش گرفتم، دادم یه رفیقم که از آمریکا اومده بود، گفتم اینو واسه بچت ببر، نشوریشا، بذار با همین گل بزن به دیوار خونت. چون این شیرجه ای که این زد تو تمرینات، این تمرینات زیاد کردن، همه گفتن گردن شکست، گفتم هیچیش نمیشه. توجه کردی؟ همه میگفتن، چون علی بدنش بسیار خشک بود، این بدن خشک رو ما با تمرین، یکی ایشون خیلی خشک بود بدنش، یکی هم اصلا عوض شد دیگه بعد، آره اصلا بعد از اون که من باشون کار کردم عوض شد، چون من جداگانه میبردم ایشون تمرین. یکی از دو نفر داشتیم، یکی آقای استاد اسدی بود که وقتی خم می شدیم واسه که به اصطلاح ارزشیابی کنیم که این بچه ها چقدر انعطاف داره کمرشون، بدهکار می شد، 10 سانت بدهکار بود، من کاری باش کردم که این طلبکار شد، 10 سانت اومده جلو، یعنی 20 سانت اینو کمرشو درست کردیم که بهترین بازی های ملی شو کرد. آقای مهتویکی ها 20 سالش بود، بازیکن 20 دقیقه‌ای پرسپولیس بود، برین تمام فیلم‌های اون دوره رو در بیارین، یه بازی نمی‌بینین که مهدویکی‌ها تکمیل کرده باشه، همیشه مچش می‌پیچید. ما آوردیم تو تیم ملی، آقای مالکان دعوتش کرد، آوردیم تو تیم ملی، آنچنان باش کار کردیم شد پیستون راست، رفت هامبورگ شد پیستون راست هامبورگ، شد هافبک رونده هامبورگ، شد هافبک رونده تیم ملی. درست سر مقدماتی درست رفتیم کانادا و برگشتیم، منو کنار گذاشتن، هر کس بهش گفت چی کار کرده نتونست جواب قانع کننده ای بده، فقط به من گفت که وسط زمین، گفت شما بفرما بیرون، ما نمیتونیم با هم کار کنیم. گفتم من بیرون نمیرم چون اینجا تیم ملی منم هست، همین الان زنگ بزن با آقای مصطفی رئیس فدراسیون بیاد اینجا ببینم چرا شما با من این رفتار رو میکنیم. از خدا خواسته داریوشان، چون داریوشان گزینش خدا بیامرز حجازی بود، چون آقای مایلی کوهن مورد تایید آقای آقای هاشمی تبا و آقای فائقی، چون ایشون کارمند زیر دست اونا بود، از اونجا گفتن، خودش هم همیشه تو مصاحبهش میگه، یعنی چیزی نیست که از اینجا این اختلافات و این کم و زیاد شدن ها اتفاق میافتاد. هنوز نمیدونید دلیلش چی بود؟ آقای مالکان قطع همکاری که تیم نتیجه نگرفت اینا، با من نه، واسه خودم هنوز حس میکنم سعایت بود، یعنی پشت سر منم میزدن که منو از تیم بگیرن، این خیلی از کار تیم لنگ میمونه، منیت نیست، واقعیتیه. دقیقاً که تیمم لطمه خورد دیگه، لطمه خورد رو هوا، آقای مصطفی، آقای مایلی کوهن حکم اخراجش داد، یعنی پرواز بود، تو پرواز بودن حکم اخراجش رو نوشت. که بازی اولمونم با عراق بود، بازی هم ارنجش عوض شد، از همونجا یه ذره با من اختلافا رو شروع کردن. چرا؟ چون خدا رحمت کنه آقای شفی اومد به من گفت که فلانی همه یه تیما ارنجاشون رو دادن، من الان میخوام چه ارنجی به ایران معرفی کنم، بگم کی تو زمینه؟ من ارنج رو دادم، چون دست هممون بود دیگه، همه با کاغذ در بغلمون نوشته بودیم. آقا تا اینا شنیدن که من به آقای چی ارنج رو دادم، سریع ارنج جا به جا کردن، مثلا سیروس بردن گذاشتن دفاع چپ، نمیدونم اکبر یوسفی هافبک گردن کلوفتی که وسط همه رو درو میکرد، بردن گذاشتن هافبک چپ، اصلا چپمون فلج شد،
چپ یه تیم یادتون باشه وقتی فلج شد، راست اون تیما، اکثر تیما از راست حرکت میکنه، اکثر تیما. شما نگاه کنین فوتبال رو، آقا راست شد اتوبان واسه تیم عراق، دو تا گل خوردیم، 2-1 باختیم، ولی همون 2-1 باعث شد که ما رو سکو بریم، آبرومندانه رو سکو بریم و همه افتخارات اون جامو ما مال خودمون بکنیم. یه دفعه دیدیم که یه روز به من گفتن که آقا شما نیا. گفتم چرا؟ گفت خب آقای صفای فرانی گفته ایشون با یکی از متعهدترین مربیای ایران و مسلمونترین مربیای ایران حرف شده، ایشونو بذارین کنار. آقا ما رو کنار گذاشتن. من و مایل کوانس همون توی سر قضیه کانادا و اینا که اومدیم دیگه ما رو کنار گذاشتن. این قضیه آره دیگه واسه یه سال و نیم تقریبا، از که یه سال و نیم، یه سال هشت ماه اینا، آره، چون بعدش باید میرفتیم ساخت و پرداخته میشد واسه جام جهانی. آقا ما دیدیم که گفتن شما نیا. گفتم باش. خب من دانشکده تدریس میکردم، یه روز اومدم برم بیرون، دیدم اویچ اون بر اومد، گفت کجایی تو؟ گفتم که اتفاقا همیشه مترجمم رضا بود، بعد عوضش کردن، یه رفیق دیگه رضا داشت که اونم اونجا درس خونده بود و اینا، اونو گذاشتن. بعد گفت کجایی تو؟ واسم ترجمه کرد با زبون کرواسی و اینا. گفتم که من همینجام. گفت به من گفتن شما رفتی کویت مربیگری؟ به اون گفته بودن این رفته کویت. بعد گفتم نه بابا، کویت من حتما اینجاست، من همینجا تدریس میکنم. گفت که من ندیدم شما رو، ولی به من گفتن. گفتم چرا ایشون رفت هستیم؟ به من گفتن رفته کویت مربیگری کنم. یه حتی به اون مربی هم دروغ گفته بودن. او کنار گذاشتی، خوش شهامت داشته باش، بگو به این دلیل ما اینو نمیخوام. چند ماه تو ایران بود، حتی یک دو تا مسابقه خارجم رفتن، موفق نبودن. بعد کار منو دیده بود با استقلال، گفته بود من اونو میخوام. و آقای چلنگر گفته بود من اونو میخوام. گفته بودن اون مربی بدنساز، گفته اون مثل جوونی خود من کار میکنه، من اونو میخوام، اونو اسمشو بنویس رضا که بریم پیداش. یه دو سه ماه ما رو قایم کردن با آقای بلازویچ، ما رو نشون نمیدادن. یه دفعه مثلا آقای قاسمی رو نشونش میدادن، یه بار یکی دیگه بازیکن ها رو. گفته من صالح نیا رو، من اومدم اونو ببینم. شیراز دنبال ما اومد خدمت عرض کنم، ولی من بیخبر از این که خب اینا میان مربی ملی هن، میان بازیکن ها رو ببینن. رشت یک بارونی گرفت، حتی اونجا دنبال ما اومد که اون بازی یه روز عقب افتاد. و بعد بازی ها که تموم شد، تیم قهرمان شد، آقای پوریدری به من گفت که بیا کارت دارم. گفتم باش. رفتیم، روح شاد باشه. گفت که پنجشنبه دو روز دیگه میری خیابون جردن، چون همه الان هم به جردن میشناسن، انشالله آفریقا اسم به قول معروف تابلویشه، میری اونجا در یه خوابگاهیه که هتل آپارتمانه، میری اونجا آقای بلازویچ و همکاراشو به اضافه مترجم آقای چلنگر منتظر شما. گفتم از خان چی کار دارن؟ گفت هیچی، من تا الان قایمت کردم که تیمم اول بشه، الان که شده برو کمک تیم ملی. اون تیمم به سیاست باخت، سیاست نذاش بره، چون اومدن گفتن که اگر تیم بره بالا مردم میریزن تو خیابون، انقلاب میشه. با این تفکر غلط ما رو دقیقا نرفت دیگه.
چی اومد؟ ما رو جامون رو روز بازی عوض کردن، غذاهای ناجور بهمون دادن. بازی با بحرین رو بازی با بحرین اصلا توی هتل داشتیم خیلی راحت غذامون رو میخوردیم، طبق برنامه غذایی بچه ها میرفتن سر غذاشون رو. اون روز یه میز اینجوری، آره یه میز اینجوری چیده بودن آقا، ریخته بودن رو این میز، یعنی خدا وکیلی به فیل هم اونجوری غذا نمیدن، به فیل بریزن جلوش بگن بخور. بابا بعد از اون بازی داریم. نه یه بار اینجا با هم حل بکنیم، یعنی یک عده‌ای در ایران معتقد به این بودن که دقیقاً مشارکتی ها، چرا میترسیم بگیم؟ ما مشارکتی ها میگفتن انقلاب میشه. ما رو صدا کردن گفتن بیا ببین این غذا خوردن، چون منم یه نظارتی به غذای بچه داشتم، اینه؟ گفتم نه کشک بادمجون چرا میخورین؟ کشک بادمجون تو سیره، سیر فشار رو میندازه پایین، واسه چی داری فالوده و بستنی و انواع و اقسام میوه و اصلا اینا مال روز بازی نیست. روز بازی یه مقدار ماکارونی با یه چند تا تیکه جوجه، جوجه اونم که گوشت قرمز نباشه. هر چیزی تو این بدن لحاظ شیمیایی این تجزیه تحلیل میشه، میاد تا کالری بشه بیاد توی بازی به کار بگیری. شما اگه اون کارا رو بکنی این اصلا کپ میکنه، بدن هنوز اینا رو هضم نکرده تبدیل به انرژی بکنه، بخوای خفه بشه میگه من چرا بدنم نمیره. بچه ها اینجوری شده بودن، بلازوی دو دستی زد زود سرش گفت آقا این داستان تهیه غذا، گفتن سفارت دعوت کرده بیان هتلی دیگه نهارتون رو اونجا بخورید. باور کنید ایرلند و ما 5 دقیقه وقت داشتیم، ما گل دوم رو میزدیم و میتونستیم حتی با پنالتی و وقت اضافه و اینا ببریمش. آقا ما وقتی ایرلند رفتیم تیتر روزنامه هاشون بود، من خیلی هاش اوبردم. همین دو تا برادرها کین بود چی بود اینا همه آریکین چی؟ هریکین و اون برادر اینا همه تو اون تیم بودن. رویکین کاپیتان بود اصلا. گفتن فردا به این موشای ایرانی به تعداد بازیکنهاشون گل میزنیم، یعنی 11 تا. گفتم یک اینو رضا خون چلنگر گفت اینجوری نوشتن. گفتم بلازویج نشون نده. گفت بابا این مریضه، میگه اگه به من نشون ندیم هم نمیدونم با تیمم میخوان چی کار کنن. نشون بده هرچی می نویسن واسه من ترجمه کن بگو، هیچ ایرادی نداره، من ناراحت نمیشم. همه ی روزنامه ایران رو می دونی می خوند، همه رو به رضا می گفت بخون نه ترس، بذار من ببینم مخالفم کیه موافقم کیه، اصلا به بخورد بچه من اینجوری داره میره تو روزنامه چی نوشتن راجبش که اینطوری داره میره تو روزنامه. خیلی مربی آگاهی بود، خیلی کار بلد. به مجاهد گفتم مجاهد اینجا آبادان نیست، اینجا تهرانه. گفت یعنی چی؟ گفتم که من چون دوران سختی رو از دانشجویی و محصلی و همینطوری که اومدم تهران و همه چش و گوشم رو وا کردم. گفت چطور؟ گفتم تا گل نزدی قبولت ندارن که بازیکن این تیمی، همین که گل زدی خوب بازی کردی خوب دریبل زدی بازیکن محبوب استقلال یا پرسپولیس میشی. اون موقع دیگه با ماشین قرازه سال 53 من سوار نمیشی با پیکان بری ایور ور، با بنز میان میبرنت. کجا میبرنت اونو دیگه باید حواستو جمع کنی. دقیقاً دسیسه بود دیگه، قربانی دسیسه شد. یه عده رو بیچاره رو می‌بردن این کشورهای عربی و آدم شرمش میاد که بگه اونا رو. افتاد توی اونطور باندی و اذیت شد.